زندگی در دهات رنگی دیگر دارد. با فرق از شهر، کاری زنان در دهات دهچند مشکل است. زنانی دهه هر روز از صبح صادق تا نیمه شب سری کارند. در برابر کارهای معمولی خانه و تربیه فرزندان، آنها در کاری صحرا بند بوده و همزمان کاری دولتی را نیز انجام می دهند. در این سمت کمک مرد همچون شوهر و پدر در آیله و جامعه موقع مخصوص دارد. محبوبه تبروه زن، همسر، مادر است. 27 سال می شود که با شوهر خود در دهه گلفشان ناحیه فیض‌آباد زندگی می کند. وقتی که در دانشجوی کورسی 3 در دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین تحصیل می کردم، در کورسی 3 می خوندم. حکم وضعیت ها خیلی بود. بعد برادرم در دانشگاه اگراری همون سال داخل شدنی بود. وقتی که رفتم، پیش برادرم رفتم امتحان می سپاری. در همونجا همین شوهرم، همین پدرم نشان دادن خواست. خواست که همین بچه را بیند و مثلا زندگی آیندهش را برپا کند. پدرم اولا این سوت خوانده تمام میکنه، دانشگاه هم میخوانند تمام میکنه و با اویله برپا میکنه. و گفتن که هم میخونی و هم درس دوام زندگی تا میبری، هم درس دوام میتی. همین خیلی خلاصه که روزیگی دادن. سال 1993 من در کورسی 3 که میخوندم توی برپا کرده. شوهرم در همون اینستیتوت اگراری کورسی 5 میخوندم. خب ما اویله برپا کردیم، با در دوام زندگی با خوندن ما رفته دوام دادم. با در دوام خوندن با فرزندار شدم. با فرزند ما نگاه میکردیم، با هیچ نگاه نکرده خوندن دوام دادیم. اما که خوشبختانه همین که با خوندن من رضایت دادن، مردک نه از طرف والدینشان رضایت دادن. خیلی من خوشبختم. از زندگیم، از فرزندم خیلی خرسندم. و قبل محبوبه در همه آیله ها پستی و بلندی هست. همه جوانان مشکلات زندگی دارند. اما این همه برای او نسبتاً آسان بود. چون که شوهرش همیشه در برش بوده و در همه حالات او را دستگیری میکرد. تمام کردیم دانشگاه ها. علاکه ما کندکدار شدگی بودیم در سال 4 خوندگی من آیله ما. ما اون وقت نمیگفتیم که این کاری مرد یا این کاری زن یا که کاری چی. هر وقتی که میشید حتی خوراک هم میپختم وقتی معلم درس میما تیور بود یا که ما خفای کار میرفتیم بعضی در اونجا بعضی کارو سر کار داشتیم که مثلا زندگی خود پیش بریم ایرا اگر مرد درک کند که فرق گذاشتن در کار نیست در کار خونه من شوهر من به هر یاردمی زیاد کرده از وقتی فرزندا خور بودن شبای میشید که تا سحر تا صبح دم خواب نمیکردن با حافظم بود ربابا میگیری حافظی میکرد تا سحر می برآوردیم خواب نمی کردن کودکا را می خوابوندیم همین وقتی که این کودکا خور بودن بسیار یاردم کردگیان یک جایه همین یک جایه محبوبه خوشبخت از آن است که در برابر شوهر مهربان بودن نورالله پدری غمخور است که برای تعلیم گرفتن فرزندان و خصوص دخترانشان تمام زحمت خود را روانه می کند هر شکر خدا 7 فرزند دارم 3 دختر و 4 پسرچه دارم در کلونی دانشگاه ملی فکلته شیمی و بیولوژی را ختم کرد. صاحب اویلادور صاحب یک فرزند زینا بیرچه داره. دختر دیمگی در اینستیتوت ورزش تربیت جسمانی خونده تموم کردن. وزی معلمه شده در مکتب یمی دهده معلمه شده کار میکنن. دختر سیمگی همی دانشگاه آموزگاری فکلته تا مکتبی و انگلیسی میخونن 4 کورسن. خدا را شکر که دختران همش علم عالی دارن وقتی که میرفتم در هر یک درسای فرزندو میدونم در مکتب اشتراک میکردم سوال جواب میکردم دختری بود بسیار فعال بود من روستی که میگفتم که وایو بسیار متخصص خوب میشه من اگر در یکم دانشگاه و دانشکده مثلا درآمد خونه یکم کسب انتخاب کنن لکی بعضی سبب میشه مثلا سببی اقتصادی کمتر جهت اقتصادی میشه لکی یک جهت دیگه اول یک نمیدونم ممکن یک جهلی باشه یک نادانی مرد باشه که برای خواندن دخترمون ایجاد میکنن مونی شدن لازم نیست وقتی که زن خوان اومان وقتی آدم خوان در نتیجه آموزش وقتی که دانش خدا عقل خدا سیقل داد و یک انسان کامل میشود شم اگر آتش نبیند از کجا روشن شود محبوبه میگوید که شوهرش نوابسته از کاری دولتی و کاری صحرا کاری خانه و تربیه فرزندان خود نیز همیشه در پی آموزش است همیشه مطالعه میکند وقتی در کار معلمگی او با مشکلی روبرو میشود یا در حل مسئله دشواری میکشد
همیشه از شوهرش کمک میپرسد. چنین مناسبت پدر و مادر را دیده فرزندان از آنها عبرت میگیرند. اولا پدر و مادر در آیله این تکیگاه فرزندان به حساب می رود و مناسبت پدر و مادر در آیله ما بسیار خوب است. یک دیگر فهمی در بین این ها می باشند. البته که یکان آیله زندگی پسی و بلندی های زیاد دارد، لیکن یکان نفهمی که در بین این ها شود، لیکن درمونشان نمی دهند این را. وقتی که ما خرد بودیم با مکتب می رفتیم و از مکتب بر می گشتیم، مثلا وقتی که مادرم معلمه شده کار میکنه در مکتب و ما درس همراه ما درس ها رو تیار میکرد و با ما خوراک هم نیز میدادند، به واسطه با مادرم کمک میکردم. وقتی که یکان مشکلات مادر میشد، مادرم مراجعه میکرد با پدرم، البته پدرم با اینها کمک میکردن. در این اویلا تمام اعضایان آن تعلیم گرفتن و صاحب کسب شدن دختران را خیلی مهم میشمارند. البته خواندن دختر مهم است، چون که گفتیم زندگی پسی و بلندی ها دارد و شخصی که او میخواند بسیار تفکر و جهان بینی او دیگر می شود. نسلی که به دنیا می آید برای تربیه او همون زن مشکلی نمی کشد، فرزند از مادر بسیار تربیه می گیرد. این حیاته هزار یک پسی و بلندی دارد، اگر پگه در نیمه رو هم موندد همون بوری زندگی خودش کشونده رفته بود. من این معلمه با خود ما شکر روزی سه نفر من سه تا استودنت داره در یک جایگی همه چی پستی بلندی هست، هم روزگاری خونه، هم دانشجوی مو با هم با یک مرام رفته شده هست. اگر فرض کنیم معلمه خونده نمیشید، خوندگی نمیشید یا که خونشیل میشید، با مورد دو چند وزنی میگلتید. برای همین حتما خواندن دختر رو لازم برای صحیح معلومات شدن. در مورد انتخاب کسب همسر و دخترانش نورالله میگوید که از خردی به آنها امکان میداد تا خواسته هایشان رو عملی کنند. هر یک کس یک ذوق، اگر ذوق اگر در دل نباشد سینه جنبونی چیست، برای در ورزش ذوق با پیروی مثل چیز ورزش شدن مولود ده. این خودش هم کودکیش همین خیلی اگه استعدادی داشت که همین در همین همسیفوش هم حتی همین گوشتین که میموندن در اینجا اکثریت شما گوشتی قدیم میزد. برای وقتی با سینه سرش کم تر با سینه های بلوی رسید در سینه فیلم سکس گوشتین یا چی برای گفته که میرف بعد درس از این مکتب میرم که اینجا تو شهر وادت قریب 20 کیلومتر همین دهی مو مشق خدا میگذرند با بیگا گشتن میومد و بعد هم در سینه ده یا 11 تحصیل میکرد. اینجا بعد سبور شد برای مسابقه اومی جمهوری چی رفتن شهری وعدت مولده ما رو گرفته رفتن با شهری دشنبه. بعد مهارت خدا وقتی اونجا گذشت دیدن که استعداد شد مهارت خدا سیقل داد که اونجا مسابقه بین المللی مرد و قرقیزستان و قزاقستان رفت صاحب مدال شد اومد در چمپیونی اسیو بین جوانان شهر چیرچیک رفت اونجا مدال گرفت اومد و یگانه دختری که این نهایه فیض بود به ورزش قدم گذاشت این همین مولده ما بود. در مورد راه یافتن دخترک دهاتی با ورزش به قول مردانه، نورالله میگوید که در برابر مشکل راه و دسترس نبودن نمودهای ورزش در دهات، گپ مردم نیز بود که بسیار دختران صاحب استعداد را از رو آوردن به ورزش میگردانند. البته مونه ها بسیار نه هر کس توب و توانی را دارد که بین زوقه که 20 کیلومتر اینجا میرفت، هر روز طلبه مکتب بود در شهر وعدت مشق خدا میگذارم میومد. بعضی هست مثل بعضی پدر رو بعضی مدر رو بعضی بود پسرای هست هر خیلی گپو مثلا میگن که دختر یوزنه چی با ورزی دل بستنش چی انه مو چخلی دیدم من موضوع چوری و من دیگه دخترایی که بودن زنایی که هستن حاضر شهیده من قلندر رو هستن که اینا شهیده هم قطعا می مرده مو در یک جو مشق میکردن مثلا دوونه نزدیک بودن اینا. من کلی همین دخترای این تاجیکستان خواهش میکنم از جمله ای پدر مادر رو که دخترای خود رو همه به خواندنی اجازه دیدن که صاحب یک کسب یا معلومات گردن. انا اگر دختر مثال علم داشته باشه، سواد داشته باشه، هنر که داشته باشه و میتونه که زندگی آینده خودش رو و یا پیشرفت زندگی خودش رو سبب میشود، در سبب زندگی خودش اما کار خواندگیش با کار میرود. با اولوی جوان اولو خوشبختی رو آرزو ماندم، همه اونو خوشبخت شوند، فرزند دار شوند،
در آسمان صاف و بیغبور تاجستان نمو زندگی خود بسر برن و یک چیره فروش نکنن که همین گذشت کردن از یک دیگر آموزن وقتی که زندگی به پستی و به بلندی نمیشود هر یک چی پستی هم داره بلندی هم داره روزی خوشی هم داره خرسندی و بعد روزوی وزنی هم هسته برای همین هم از یک دیگر قهر نشدن گذشت کردن یک دیگر فهمی همین هم تمام اگر همین هم سرفهمی همین روان باوری دارم که جوانوی مو ساعت کم شوی جدو شوی اویله ها در تاشتون و در جمهوری مو کم شود اولتر از همه مرد باید به خلاصه بیاد که با این زن حیات خود رو پیوست و برای یک حیات است این زندگی یک جایه و در طول زندگی یک جایه من فکر میکنم هیچ بدی ندارد اگر مرد تواند که اگر دستش میرسد اگر امکان دارد به کارهای زن کمک کند البته بعضی کارهای هستند که آنها رو مردها انجام نمیدهند و خود زنها هم البته نمیخواستند که این کارها مردها انجام دهند ولی آنها کمشمار هستند کارهای کمتر هستند و زن البته بسیار خرسند میشود ممنون میشود اگر مرد در برابر اون که مثلا او را احترام میکند دوست میدارد با کارهایش کمک برساند و خودی همدستی کردن، کمک رسانیدن، دستی را گرفتن، یاردم کردن در کارهای خونه این هم تا یک اندازه نشانی محبت و دوستداری مرد است و پهلوی دیگری خوبی این مثلا این است که فرزندان البته در یک روحیه مهربانی و احترام نسبت به زن تربیه میابند و یعنی اونا میبینند که پدرشون نابست از اون که خیلی جسای پرقوت دارد نابست از اون که تأثیری بسیار گران دارد در خونه نابست از اون که گپش در خونه دونه میشود ولی در برابر همین نسبت به مادرشون خیلی مهربان است یعنی که یک غروری نادرکاری که مثلا بعضن وقت ما در جامعه سنتی من مشاهده میکنیم این اکثرا بر زیان خود مردها است و باعث بیماری و باعث رنجوری و ناراحتی زن میشود و البته به فرزندان تاثیر ناخوب میرساند وقتی که اونها بزرگ میشن اونها هم نسبت به همسرای خودشان نامهربان میشوند اونها هم نسبت به همسرای خودشان دغل میشوند و اگر شما دخترچه را بزرگ میکنین اونیز از شاید مهربانی و صمیمیتی که باید مرد نسبت او اظهار کند یا نشان بدهد محروم میشود از این رو من فکر میکنم که تا حدی که اگر امکان دارند این کار را انجام بدهد خوب است برای مثال من اولیاوره میدونم که هفته یک مرتبه مردها خوراک میپزند این مرد خودش خوراک میپزند هرچند همسرش کدبانوی خوب است ولی او خوراک میپزد برای اون نه که مثلا غذای همسرش بیمزه است برای اون که او یک در یک هفته یک روز امکان دارد که محبت خود را صمیمیت خود را نسبت به فرزندان و همسرش و اویلش ابراز دارد هرچند که همین اندیشه ها را و همین برخورد را در جامعه سنتی ما اکثرا اقدر خوش قبول ندارند ما هم این گونه فکر میکنیم که مردها باید خیلی غرور داشته باشند مردها باید اصلا هیچ کار نکنند مردها باید فقط فرمان بدهند خب ولی به هر صورت تخمین میکنم که وریانتی بهتر این وریانتی شایسته زندگی کردن با مهربانی و محبت زندگی کردن دست زن رو گرفتن به او کمک رسانیدن است زیرا که او نه فقط همسر شما بلکه او مادر فرزندای شما است که برای آنها از او دیده عزیزتر نفر نیست و شما با این را هم آبروی خودتان زیاد میکنید و هم محبت را در دل فرزندانتان میپرورید.